چیزی که هستش حالا برید تو پروژه واقعی، حالا ما بحث بیشتر پروژه واقعی رو میخوایم آموزش بدیم دیگه، و شما بیاید در واقع تو کار بکنید، حالا بریم این جلو دیگه، هی میریم جلو تو این جاوا رو هم کامل بکنید، تو اس ای رو کامل یاد بگیرید. حالا اس ای خودش خیلی بزرگه، هم استانداردیزیشن من تازه اول شیگرایشم و خیلی بزرگه. حالا همینجوری با هم دیگه میریم جلو تو به خیلی از مسائل برسیم، خیلی از متدها رو یاد بگیریم و ازشون شروع کنیم استفاده کردن. واقعا مثلا پراپرتی ها رو یا این وریبل ها که اینجا هستش رو میان به صورت پابلیک میذارن، یعنی سطح دسترسی میدن به در واقع منیجر به شیء هاش اینستنس هاش که بیاد واقعا اینجا مقدار دهی بشه. خب ما معمولا نمیام این کار رو بکنیم. خب چرا؟ بحث امنیتی داره. حالا بریم وقتی تو پروژه هایی که میخوایم بنویسیم یاد بگیریم، میبینید که اینجا اینها رو ما به صورت در واقع چی میایم تعریف میکنیم؟ پابلیک نمیایم تعریف میکنیم. حالا اگر ما تعریف کردیم دیگه اون بستگی به اون نوع برنامه نویس داره که خدا ها خب این شیء هاش رو به صورت پابلیک قرار بده و ازشون استفاده بکنه، که اون حالا اون ترجیح داده، شاید براشون کلاس مهم نبوده، یه سری مسائلش اومده قرار داده. ولی خب ما میتونیم چی داشته باشیم؟ اکسس مودیفایرهای مختلف دیگه هم داشته باشیم دیگه. من گفتم پابلیک داریم، پرایوت داریم، پروتکتد داریم. پروتکتد میمونه جلوتر تو بحث اینهریتنس در موردش صحبت میکنیم. و اما پرایوت، اگه من این رو بیام پرایوت بکنم، آیا میتونم یه مقدار دهش بکنم؟ یادتونه مثلا ما متد رو پرایوت میکردیم دیگه، سطح دسترسی نداشتیم بهش، همینه. حالا اگر من بیام اینجا اینها رو دیگه حالا مقدار دهی نکنم، مثلا بیام خالیشون بکنم، یعنی فقط تشکیل بشن توی رم و آماده بشن برای استفاده کردن. خب من اگه بیام اینجا، خب دیگه طبیعتا میبینید اینها مقداری که وجود داره، حالا این مقدار فرست نیم یا چیزی که هستش اینجا فرست نیم یه من چی یادم. خب اینجا رو اگه شما بزنید شیفت و آلت و اف ده، مقدار ندارن دیگه، اصطلاحا ما میگیم نالن. چرا؟ چون استرینگ. خب میبینید مای لاست نیم خالی. چرا این اتفاق افتاد؟ خالیه. خب بخاطر این ناله، یعنی استرینگ اگه باشه خالی میشه، نال میشه، ولی خب اگه عدد باشه صفر قرار میگیره. بعد پرشون کنید اصطلاحا. این اکبر رو من در واقع پر کردم گذاشتم اینجا، مقدار داره، ولی اگه بقیه رو نذاشتم باید مقدار بهش بده. یعنی بعد شما بیاد بگید تست دات لاست نیم مثلا بشه چه میدونم آرمین، و تست دات ایمیل مثلا بیاد بشه t@t.com، و مقدار تست دات اصطلاحا فون هم مثلا بیاد مقداری قرار بگیره. حالا اگه من بیام اینجا شیفت آلت اف ده رو بزنم، میبینید میاد برای ما مقدار دهی میکنه و نمایش میده و به شکل میبینید که نمایش داد. خب حالا اگر من بیام و اکسس مودیفایر اینا رو تغییر بدم، یعنی بیاد بشه پرایوت پرایوت و پرایوت و پرایوت، پرایوت یعنی خصوصی. وقتی شما پرایوت میذارید یعنی چه اتفاقی میفته؟ میرم در موردش صحبت. ببینید اولا اینجا دیگه اگه به روی قرمز قرار میگیرید، برمیگردیم میگه که این فرست نیم هست پرایوت، هستش خصوصی و اکسسش صد دسترسیش خصوصی هستش و فقط کلاس منیجر که توی در واقع توی پکیج کنترلر وجود داره میتونه بهش دسترسی داشته باشه. معنیش اینه، نما کنید منیجر، کلاس منیجر چون پراپرتی هاش یا وریبل هاش، اینستنس وریبل هاش که داخلش وجود داره، حالا به نام فرست نیم، لاست نیم، ایمیل و فون، فقط خود کلاس میتونه به اینها دسترسی داشته باشه. چرا؟ چون خود کلاس در واقع مستر هستش و پدر اینها اصطلاحاً حساب میشه و میتونه به پراپرتیش دسترسی داشته باشه، ولی آبجکت یا شیئی که میاد از روی این کلاس ساخته میشه به هیچ وجه به نرنکامش دسترسی نداره. چرا؟ چون پرایوت. یعنی برای این شیئ ها چی میشه؟ سطح دسترسی پرایوت، یعنی اینها دسترسی نخواهند داشت. فقط به چی دسترسی دارن؟ به پابلیک ها. پابلیک یعنی خودتون رو میدونی، پابلیک یعنی عمومی ها، یعنی در واقع بیاد و اجازه بده که ازش استفاده بکنه. یعنی شما اینجا اگر بیایید و به طور مثال بیاد بنویسید تست و دات، میبینید که اصلا یه چیز به نام فرست نیم وجود نداره که بخواید ازش استفاده بکنید. یعنی اینجا هم قرار بدید برمیگرده میگه که ببین این چی هستش؟ خصوصی هستش و شما نمیتونید بهش دسترسی داشته باشید. خب من چیکار بکنم؟ خب ببینید اینجا به بعد یه قضیه دیگه پیش میاد. اینجا شما باید بیاید برای هر کدوم از اینها اصطلاحاً دو تا متد تعریف بکنید، یه متد set یه متد get. بریم ببینیم تو فیلم بعدی متد set و get چی هستش. درس setter getter رو میخوایم بدیم و بعد با این نرم افزار آشنا بشیم که خودش برای اون setter getter رو اصطلاحاً تولید کنه.